روی خیلی از دستکش ها وقتی ما میخریم یک عددی و یک دو تا عدد یعنی سه تا عدد با دو تا حرف انگلیسی رو میبینیم با یه شکل خاص. ببینیم این EN 388 زیرش دیگه هیچی نداره. یه دستکش فیکه، یه دستکش بدون شناسنامه پاکستانی که اصلا معلوم نیست کجا تولید شده. اما اینکه این عدد رو چسبوندن یا این استاندارد رو چسبوندن، EN 388 یک استانداردی مختص دستکش هاست که 5 تا ویژگی دستکش ها رو به صورت کدینگ به ما ارائه میده. اولین ویژگی این استاندارد مقاومت سایشی این دستکش است. یعنی چی؟ یعنی یه سنباده میگیرن روش اینجوری میکشن بعد ببینن توی مثلا چند تا حالا رفت و برگشت یا چند تا چرخش این دستکش سوراخ شده. عدد بین 1 تا 4 هم بهش میدن. 4 یعنی بیشترین مقاومت رو در مقابل سایش داره و عدد 1 کمترین مقاومت. اما یه وقتی هم هست هیچ مقاومتی نداره، یعنی حداقل مقاومت ها نداره، یک حرف X میذارن زیر این استاندارد، یعنی زیرش 5 تا حرفه. همین که علامت زدن صرفا این استاندارد رو نداره، زیرش باید تست ها انجام بشه. دومین ویژگی این دستکش ها که در این استاندارد میاد تست میشه، مقاومت در برابر تیغه گردانه. یک تیغه رو انتخاب میکنن از این کاترای ما نها. یک تیغه رو انتخاب میکنن و روی این دستکش قرار میدن و مقاومتش رو تست میکنن. این هم بین عدد 1 تا 5 هست و اگر عدد X باشه یا حرف X باشه یعنی مقاومت در مقابل تیغه گردان این دستکش نداره. آیتم بعدی که این استاندارد میاد تست میکنه مقاومت در برابر پارگی یا در واقع جرخوردگیه. چیکار میکنه؟ این رو میاد بین 2 تا دستگاه یا 2 تا تیغه قرار میده و بهش فشار وارد میکنه. اینو میکشه به یک عددی که رسید چی میشه؟ این دستکش پاره میشه و بین 1 تا 4. اگر مقاومتی نداشت یعنی X دیگه عددی وجود نداره و مقاومتی در این باره وجود نداره. آیتم بعدی مقاومت در مقابل سوراخ شدگی میز خراب میشه. یعنی چی؟ یعنی این دستکش رو باز تحت تنش قرار میدن، در واقع یک سری اقدامات استانداردی روش قرار میدن، فشار بهش وارد میکنن و میبینن که در چه نیرویی دچار سوراخ شدگی شد. این هم بین عدد 1 تا 4 هست. 4 یعنی بالاترین مقاومت و 1 یعنی کمترین مقاومت. X هم یعنی این استاندارد رد شده و این دستکش نتونسته این استاندارد رو یا این تست رو پاس بکنه. آیتم بعدی مقاومت برشی تیغه برشی. این با حرف اعلام میشه از A تا F که F بیشترین مقاومت رو برای در واقع تیغه های برنده داره، مثل کاتر و تیغه هایی که به هر حال بریدگی برنده ترن و تو محیط کار هم زیادن، که این رو میتونیم به صورت حروف. پس F بیشترین مقاومت رو داره. آیتم بعدی مقاومت در برابر ضربه است که اگر مقاومت در برابر ضربه وجود داشت عدد یک کلمه پی بهش اضافه میکنم، اگر هم نداشت که دیگه عددی بهش اضافه نمیشه. پس استاندارد EN 388 رو به صورت درست در وسایل حفاظت فردیتون پیگیری کنید و توی بحث ارزیابی ریسکی که انجام میدید ببینید کدوم یکی از این آیتم ها در محیط کارتون زیاده و برید دنبال همون عددش بگردید. هر دستکشی رو که روش یک لوگویی زده بودن رو نخرید و به کارکنانتون ندید. ممنونم از توجه شما. این نکته آخرم بگم خدمتتون. شرکت ایمن سدید پایا یه شرکتی هست که توسط یه سری از بچهای HSE ایجاد شده و در زمینه مشاوره، فروش و آموزش داره فعالیت میکنه. این شرکت به شما کمک میکنه که بهترین وسایل حفاظت فردی رو انتخاب بکنید و اون وسایل حفاظت فردی متناسب باشه با خطرات و ریسک‌هایی که در محیط کار شما است. شما ما تماس بگیرید، ما هم به شما مشاوره میدیم و اگر دوست داشتید میتونید از ما خرید بکنید.